بر سمت عدو نه علی اکبر خیمه می رود از خیمه ها پیمبر خیمه حیدر کرار شد زمان خطر گشت لشگر کوفه تمام مثل سپر گشت ریخت به هم دشت را و موقع برگشت ضرب عمودی که خورد واقع برگشت حالا میخوام روزه برات بخونم خون سرش بر روی عقاب چکید و راه حرم را ندید و شیه کشید و آن بدن از جفا شکسته ترین را آن بدن له شده به عرشه زین را برد سوی دیگری شکست جبین را لشکر آماده نیز خواست همین را وای که شمشیرها محاصره کردند از همه سو تیرها محاصره کردند بی خبران زدن بی خبر افتاد خوب که بی حال شد ز پشت سر افتاد در وسط قتلگاه تا پسر افتاد در جلو خیمگاه هم پدر افتاد وای گرفتن از دلم ثمرم را میوه باغ مرا علی پسرم را آه از این پیر مرد خسته شکسته سمت علی می رود شکسته شکسته آمد و دید آن تن خجسته شکسته در بدنش نیزه دست دست شکسته جوونا شما جوونای بنی هاشم کاش جوانان خیمه زود بیاین یاری این قامت شکسته نماین آن من پنج خط میخونم رد میشم روزه هامو خوندم علی اکبرم بعد پنجاه و چند سال اینجا عاقبت قد عمه را دیدم سادات منو ببخش از الان بگم من شرمنده همه بچه از زهرا هستم شرمنده امام زمان هستم بعد پنجاه و چند سال اینجا عاقبت قد عمه را جوون بود میرفت حرم پیغمبر دو طرفش عباس و حسن حسین پشت سر بابا چراغای تو مسیر رو خاموش میکردن گفت علی جان برخیز و رو به هر مله بد سیر مده پنجاب و چند سال زحمت من را هدر مده پنجاه سال زحمت من را هدر آیا زحمت مجتبا و بابایت رفته بر باد قسم کم کن هر جور میخوای گریه کن پیش این چشمهای نامحرم مجر عمه را تو محکم کن دو خط
میخونم راحت گریه کن. کاش میشد یکی صدا میزد با تبرهای خود کمش نکنی. آه ای نیزه ها میان حرم، خواهرش هست در همش نکنی. حسین ای حسین، جانم با این صدا دیگه روزخه نمیخواد. تو خیابون زنها آقا جان دست ما رو رها نکن. فرج امام زمان رو بخوان با ناله هاتون. ای جانم